همانگونه که آن 9 ماهی که در رحم مادرتون سپری کردید در خود پایانی داشت و آماده می شدید تا زندگی کنید، این زندگی نیز یک آمادگی برای زندگی بعدی است. اگر توسط عیسی مسیح با خدا رابطه دارید، نیازی به ترس از مرگ نیست، بلکه مرگ دروازه است به سوی ابدیت. درست است که لحظه مرگ آخرین فرصت شما بر زمین است، ولی انتهای شما نیست. در حقیقت پایان زندگی شما جشن تولد شما در ابدیت خواهد بود. کتاب مقدس در عبرانیان فصل 13 و آیه 14 می‌فرماید: این دنیا خانه دائمی ما نیست و ما انتظار می‌کشیم تا به خانه ابدی خود در آسمان برسیم. آمین. دوستان، در مقایسه با ابدیت، زندگی ما بر زمین فقط یک چشم برهم زدن است، اما عواقب آن تا ابد باقی خواهد ماند. اعمال این زندگی سرنوشت زندگی بعدی است. ما بیباید بدانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف شود، دور از مسیح و خانه ابدیمان صرف شده است. سالها پیش شعار معروفی مردم را تشویق می کرد که هر روز را طوری زندگی کنید که شروع بقیه زندگیتان می باشد. در واقع حکیمانه تر خواهد بود که هر روز را طوری زندگی کنیم که آن روز آخرین روز زندگیمان می باشد. آیه‌ای در کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 و 17 می فرماید: دنیا نابود خواهد شد و چیزهای گناه آلود آن نیز از بین خواهند رفت، اما هر که طبق خواست خدا زندگی کند همیشه برقرار خواهد ماند. آمین. شود تسلیم هر فکری، شود مؤمن به هر ذکری، گمانش میرسد انسان، رهش ایجاد ادیان است. نفس را از طلا سازد، نفس را در رهش بازد، ولی هرگز نمی پرستد مردگان را گه به اجدادش گهی بالد، گهی بر خود توکل ها و گه دستش به دامان است، به ظاهر پاک گرداند گناه جسم و روحش را، ولیکن مزد وجدانش دو صد چندی چندان است. خدا را گه کند این کار و گه در فیض او کوشا، چون معیارش به انسان است، به افکارش پریشان است، ندارد ناخدایی چون به کشتی اندر این توفان، اسیر باد و توفان و غلام نفس و شیطان است. موسیقی
که دور از عقل انسان است. به گفتا درد از روح است، دو مزدش موت انسان هاست. گناه بسیار می باشد چو سر پیچید فرمانش. صلیبش گر به خود آری گناهت پاک می گردد. بخوان از دل مسیحا را که بر قلبت چو مهمان است. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک شده ایم. مایلم تا در فرصت باقی مانده برای شما دعا کنم. با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، خدای قدوس و مهربان ما، از تو بسیار سپاسگزاریم به خاطر فیض و محبت بیمانندت در عیسی مسیح. پدر جان، من همه عزیزان شنونده را در هر شرایطی که هستند و با هر گونه نیاز، مشکل و گرفتاری که دارند به حضور مقدس تو می آورم. آنها را از همه دردها و بیماریهایشان شفا بده. پدر جان، این عزیزان را از ترسها و نگرانیهایشان رهایی ببخش. خداوندا، همینطور برای ازدواجهای تلخ و دشوار این دوستان به حضور مقدست دعا می کنم. صلح و آرامش الهیت را به آنها عطا بفرما. تمام این نیازها را در نام عیسی مسیح از تو می طلبیم. آمین. خب دوستان گرامی، چنانچه مایلی تا با ما تماس مستقیم داشته باشید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. تا فرصتی دیگر، فیض و آرامش خداوند با شما باشد. Thank you.